از جایی که دوست داری کشش داری شوق داری شروع کن مثلا من میگم آقا من نمیتونم کتاب بخونم کتاب خونده نه. مثلا حالا سه کتاب خوندن هم. مثلا حالم به هم می‌خواد سردرد میگیرم میگن بهش میگم که از موضوعی که دوست داری شروع کن همین چند وقت پیش برافت بنده جلسه داشتیم گفت پسر من 12 سالشه تاریخ رو خونده نه خورده گفت فیلمی که مستند تاریخی نیست تو یوتیوب ندیده باشه گفت کتابای سفارش میده براش میاد در خونه میگه من و مادرش سر تا میگیریم کتابو میگه مسلط پادشاه رو اسم میبرم میگه نه وزیرش این نبود این بود این داره چرت و پرت میگه سن می گفت عشق داره اون الان بهش میگه کتاب ریاضی بخون میذارم سرش اونجایی که شوق دارید شروع کنید بعد اینو چیکارش کنید بستش بدید به چیزای دیگه وقتی کتاب خون شدی حالا میتونید تو موضوع دیگه کتاب بخونی آ آروم آروم, آروم, آروم. مغزتون هم انقدر دست پایین حساب نکنین پایین در سیستم آموزش ما تقریبا همه رو احمق فرض میکنه بعد بهشون آموزش میده مثلا همه رو را... چی, سر... چی بگم کند ذهن فرض میکنه جدی میگم مثلا بچه دوم راهنمایی شده A B C D بچه تو سه سالگی با زبان یاد بگیره من به بزرگی داشتم الفبا یاد میدادم دیدم کوچیکه یاد گرفته من اینجا می اینجا نگاه می اون به اون می پی په آ. اون یکی پی گو, گو اون به این درست می گو این که یاد گرفت اینه این به ما اصلا تو حالا سیستم آموزه شما الان هم باز فاتحش رو خوندم مدل جایی دین هم نهوم اینجوری کردم ما اینا رو بلد نیستیم ما راه نمای دبیرستان چیزی بلد قبل ما هم این بوده ها مال شما بوده اینا هی تست میزنیم برمیگردن میبرن میارن فیلم آمریکایی چرا حمله نمیکنه نمیدونه اینجا چه خبره شیر تو شیره میگه الان مدل آخرین کدوم مدله اینا نمیدونن چی ما بابا هامون اینجوری درس خوندن مثل شماها درس خوندن خب باز ما مدل برگشت راهنمایی و دبیرستانه الان باز دوره میگن اینا ششم رفته تو ابتدایی هفتم اومده شی... نمیفهمم والا فقط برای اینکه قاطی نکنم میدونم نهم سوم نماییه اینو گذاشتم به عنوان شاغول که قبل و بعدش بتونم ضرب و تقسیم کنم حساب کتاب کنم بقیشو بلد نیستم خب ما سوم راهنمایی که بودیم یوی رفتیم دبیرستان دبیرستان دیم یا اول کتاب بعد توی سال میخوندیم حالا بعد توی ترم میخونیم مگه میشه دیدیم شد بعد دانشگاه که رفتیم دیدیم یا اول فزتر یه کتاب انقدر میدادن گفتن اینو بعد سری گرفت گرفتی شد بعد با خودم میگفتم ای من ما کتاب یه کتاب دیگه مثلا من علاقه داشتم به نجوم علاقه داشتم کتاب میخونم گفتم خب الان اینو بعد توی سال ما درس میده. من چه یه هفته تموم کردم من دوم دبیرستان بودم با یه سنی بحثم شد گفت حضرت شهید نشده که از شدت گریه برای پدرش از دنیا رفته دق کرده پس شما که تنت کردی؟ بودم شهید شده گفت نه بودم نه ما میگیم گفت شما میگید بودم راست میگه راست میگه شما باید اثبات کنم میگه اومدم سرقا آخوند مسجدم گفتم یکی اینجوری گفته گفتش که یه کتاب دارم بهت میدم خب تو نمیخوره بخونی گفتم اونش با من شما بده حالا شب های سلطان و لایزین شیرازی رو هند ببین من سی چهل درصد عربیش اصلا نمیفهمیدم چی چی آخرایی که تو بود فهمیدم دایی یعنی اون چیزی که دعا کرده و مدعیه من بودم دایی چیه دایی با عینا خب اینجوری به شما میگم آقا این کتاب رو داد ما خوندیم من مدرسه پدرسه رو پیچوندم میخواد باور نشه بگم چند صفحه است قطر هزار صفحه است چقدر قطر اینجوری داشت من تو دو روز کتابو تموم کردم نمیتونستم بخوابم گفتم آه بعدش چی میشه این من نمیتونم بلهم میشدم دوباره صفحه میزنم میخونم رفتم سراغ یارو بتم بیا دایی <تصفحه> خب بیا تو درست کنم این شد که من قبل دانشگاه هم مستفسر داشتم قبل دانشگاه رفتنم با الان که حالا لطفه اهل بیت عدد مدار شد دستمون در رفته یه موقعی مثلا تو یه برهه شمردیم 7 800 تا دیگه الان الان زنگ میزنن دفتر میگن که آقا ما مثلا 20 نفر یه جا مثلا اینجوری شدیم در جریان باشید یا اسم الله التماس دعا همین خب این نتیجه چیه نتیجه که؟ ای اون کتابی که یا یه مثال دیگه این طلبه ها میرن این سوم رانمی تام میتون برن طلبه بشه الان همون جوریه دوم دوم راهنمایی ها دوم سوم راهنمایی هیچ چیزی یعنی همسر مثالشون میرن اینا سال اول و دوم میدونید چی میخونن سیوتی میخونن سال دوم سیوتی دوم دیگه پای دو سیوتی میخونن که تو دانشگاه دکترای ادبیات عرب اونو میخونه میخوام بگم از این مغزه کار بکش تنها چیزی که نونگهش داری به درد نمیخوره همه چی نونگه داری بهتر میگه سف کیلومتر کار نکره آکبند اینا هر چی بیشتر ازش کار بکشی خوبه نونگهش نداره آره اطلاعات بریز روش بیشتر بدارم بعضی کسان دیده دیده که اصلا دیدی که کلاش مغزشون کارایی نداره گو مغز یارو وا کردن یه سیمی دو تا گوش هم واسه این چیه نمیدونستان چیه؟ با. گفتم مثلا قاطیش کن ببین چه اتفاقی میفته قاطیش کن نمیفهمی چه کارایی داره چی کار میفته قاطیش کن گوشش افتاد این فقط گوشا رو نگه داشته بوده کارای دیگه نداشت خب بعضی اینجوری مغزم استفاده کن تو سن پایین نورون بساز سیناپس بزن تو مغزت باید شکل بگیر این تو نوجوانی و بچه کمتر تو نونهالی نهالی باید شکل بگیره بالاترین بهره هوشی رو تو دنیای بابایی داشته اینم هم تقصیر باباش بوده به خاطر چی این دیوونش کرده بود رو بابا تو بچگی تو گهواره بود حروف الفا با رو با آویزون میکرد بود توی اگر. این چشمش آشنا شده بود اینا این بچه مثلا میگن که دیگه رسیدو به راهنمایی مثلا 20 تا زبان رو دنیا رو بلد بود بلد بودا یعنی یه جوری حرف میزد با لحجه که نمیگفتن من نمیدونیم فکر نکنید مثلا زبان یاد گرفتن چه پیچیده ایه نه خودتو خنگ فرض کردی کار بکش از این لام از حیف داشتی با کسی که سندروم داون دارن اینا یعنی بهره هوشی چی هن اینا هر کشوری به دنیا میان زبان همون کشور رو چیه یاد میگیرن جز اینه؟ کار بکش. فقط باید قلبه کنی به اون مغز خزنده دیگه مغز خزنده ای که داری و مغز پستانداری که ما داریم تو این همه حیوان ما 92 درصد و اینس... تو نورولوژیست ها میگن که 92 درصد تصمیمات تو این دوتا بخش مغز میگیرن 8 درصد نیو کورتکسی و بخشی که انسانی مال ما آدم هست اونا زیاد به درد نمیخورده داشت اونا هم دارن نمیخوام الان بگم بر من گوشتم و حلال اعلام کنن خب اما میخوام بگم اون نفس امارته ای بسا بخوایم مدل اینجوریش کنیم فقط به امر میکنه مثال سادهش اینه که میخواد فقط برای بقا کار میکنه بچه فقط انرژی سیو کنه انرژی ذخیره کنه برای بقا بر همینه تو نفس کشیدن دست اونه تو هیچ کس نمیتونه با حبس نفس خودکشی کنه تا به خاطرش مثل گارد ویژه نیروی ویژه که میان همه چی کنترل به دست میگیرن میاد همه مغز میزنه که باز کن نفس کشیدی بچه که به دنیا میاد ادرارش رو رها میکنه کاری نداره اینجا مسجد چیه کاری نداره چرا مغز خزنده میگه راحت کن خودتو بر چه انرژی مصرف کنی نگهداری حیفه انرژی رو کن بره بعد که آروم, آروم بزرگ میشه فشارهای بیرونی وای خاک سرم ببین اینجا چیکار کرد اینجا نجس شد اونجا فلان وای این چی خدا داد بیرون بچه میفهمه کار خوبی نیست تقریبا توی سه 4 ساله ای طول میکشه بعدش دیگه روزا فنی بچه کنترل داره شبا خواب مغز خزنده بیدار قلب داره به بقیه کارا حرکتو رو میزنه بعد دیگه میرسه به هفت سال دیگه امکان نداشه الان چقدر احتمال داره مثلا شما بزرگ برانی همچنین کاری بکنید چی شد؟ شد نفس مطمئنه یعنی نفس امارت گفتی نفس لوامت که نیوکورتکس بخش انسانی تو اما حیوانه این کار نمی کنن. بزرگم میشن راحتن درست شد؟ پس بقیه چیزها را میتونی مثل همین کنترل بوق کنترلش کنی به شرطی که به خود خودت خودتو سرزنش کن لومو انفسه خودتون خودتون سرزنش کنید امر معروف نهی از مکم چه اثری داره یعنی میشه صداقت بر ما درستی صفات, صفات خوب عین همین کنترل بشه تو بزرگسالی که امکان نداره یعنی یادم بزرگسالی که بخواد مثلا برای غذای حاجتش این نیستش که مثلا این کار ممکن باید. نه اینجا نمیرم چون دستشویش کثیفه میخوام برم خونه مثلا یه سطح چیزی دیگه خودتون کار کنید از جایی که دوست دارید بخش دوم حرف شروع کنید من تو رو خدا انسان آفریده از اون بخش نیوکورتکس بیشتر هر وقت شما جلو نفستون وایستید نیوکورتکس میاد چی شد؟ این چرا مستقیم عمل نکرد چرا میخواد بعدش هم میاد دیگه ببین یه جنگی درونه مغز مغز با مغز داره مثلا سر کلاس ریاضی شما خوابتون میبره اون چیز دیگه بخش خ... مغز خزانه است داره چرت و میگه چرا میگه داره چرت و میگه میگه داره داره قند میسوزونه انرژی بی خود داره مصرف میکنه هیچ فایده هم نداره چه در نخونه مثلا بشنم مثلا زاویون بی سابون در حساب کنم چند درجه سلام هر آینده نگری اونجاست ببین هر بار شاهکاری پی... شاهکار این مذهب والله للی لزیم پیامبر میفهم هر بار که شما به حوستتون عمل میکنید بخشی از عقلتون میره که ایچاق بره میکرد. شما هر بار مقابله با نفس نه گناه با نفس من که بخورم ده ثانیه وایسته بعدو بخورم. این که ده ثانیه وای میسی یعنی تو سر مغز خزنده میزنی به تو ربطی نداره بالاییه باید به با من دست سروده این مغز خزنده پایین پایین بالای م... میرسه تو سر اب برش بغلی سر رو ببینید دور اون آمیگداله مغز پستانداریه دور اون مغز بشری مغز انسانی بازی مثل شطرنج این چیزها اون بخش رو فعال میکن چون ربطی به بقا ما نداره بی خود هزینه کردن بی خود قند این برای بقا میگه آقا همه انرژی فقط سیف کردن انرژی میان دیگه چکمون سر کلاس ریاضی دستور میده خوابت بگیره با همونم باید باش مقابله کنی معلم های ریاضی رو بد اخلاق میذاشتن از ترس گوش میکردی مغزتون کم هر جا دیدید داره مقاومت میکنه یه باری اضافه ترش کنید عقب نشینی میکنه میگه غلط کردم فهمیدید عقب نشینی میکنه اون فقط داره شما رو فریب میده گول میزنه که زیاد انرژی نسوزونه پیش اون نه ترس بابا با انسان نخستین که نیستیم غذا هست باید انرژی میریسه کار کن ازش کار بکشید کلاسای هم هست دورای هم از خوبه مثلا دورایی که به شما یاد میده منسجم فکر کنید انسجام فکر دست بندی داشته باشید موقع سیو اطلاعات اینا هستن خوبه اینا رو بری شرکت کنید بد نیست ها رو مثلا چه تهیه کنید اما در مجموع اراده در شما شکل بگیره بابا علامه هلی 12 13 سال شده مجتهد بوده مجتهد تقلیدی نبوده یعنی چی... یعنی چیزی که حفظ کرده خورده مردم بده بچه بود هنوز به نظر بلوغ نرسیده باباش دنبالش میکرد بزندش خب شیطونی میکرد بچه بود دیگه دنبالش میکرد سرزر به ذهنش رسید وسط دویدن آیه سجده دار خون اون مکلفه باباش بعد سجده انجام بده این مکلف نیست در میرفت بابای تا میخواست بگیره. یه سجده دار بابا میرفت سجده اون در میرفت ببین از دین چه جوری هوشه دیگه میگه چرا علامه هلی های دیگر طول نمی کنن گفت عمر پخ مجتهد شدن خیلی حرفش رو نکن مثلا ساده است دارم میگم دیگه شما که هر کی مثلا طلبه میشه الان مثلا خیلی نخبه است مثلا آدم مثل من شما آدم عادی چی میشه این میتونه درسی که اون تو دکترا سویتی میخونن چند وقت پیش خدا رحمت کنه آرمان علی وردی رو یه جلسه بودن پدر ایشون بود پدرش گفتش که مینو من شما را کجا میشناسم گفتم من کجا گفت همش این صحبت تو رو در مورد سیوتی می آورد پیش من تو گوشی می میکنم گفت بابا انقدر من گیر نده دستای مار سخته ببین رایفی چی میگه <تصفح> کم نبینید وقتتون رو تلف نکنید این رفیقم اینو گفت رو گفت ویل کنید اونا رو آینده تون رو مثل اسب مسابقه بغلش دو تا اینا میذارن دیدی که اینو اونو نگاه نکنه تارگت هدف افل کنید روش افلی بزنید روش ول نکنید برید به سمتش